با سلام و درود به هزار چهره‌ای های عزیز، قصه مهاجرت امروز به قطامی برمیگرده که علی‌رغم بازی‌های جدیش تو کمدی سیمرغ گرفت. کسی که توی ایران کانال رو عوض نکرد و با حجاب کامل اسلامی از این خاک خارج شد و اونور آب به علت خیس شدن لباس‌ها تجدید قوا کرد. بازیگر 170 خورده ای سانتی کشور که با امام علی آغاز کرد و سپس به همت قلب پیچید تا برای همیشه از بازیگری خداحافظی و با آزادی پوشش سلام کنه. خانم آسایش متولد 16 آبان 51 و اسمش رو که به معنی نعمت الهی یا آتش رو از پدر بزرگش یعنی دکتر علی شینپرتو که نویسنده و اهل ادبیات بود هدیه گرفته. بزرگترین حاشیه اون بازیگر کم حاشیه شایعه بازی تو فیلم ضد ایرانی عربستانی بود به اسم جنگجوی صحرا که به ماجرای حمله اعراب به ایران باستان و شکست پادشاهی ساسانی باز میگشت که خود ایشون این مسئله رو راست و دروغ تکذیب کرده. اما این بازیگر ثابت قدم که بیش از 30 سال تو این عرصه فعالیت کرده بود از متن سینما و تلویزیون یک سالی هست به حاشیه رفته و به علت آب رفتن لباسهاش دیگه اون خانم مدیر ورود آقایان ممنوع نیست و گویا تو فرانسه آزاد شده. تو از من خواستگاری نکردی؟ غلط بکنم همچین جسارتی بکنم. به خاطر اینکه پدر مادر ویشکا سفیر ایران در هند بود و کلن آدم معروفی بود به کشورهای زیادی سفر میکردن و تجربیات زیادی در اقصا نقاط جهان به دست آورده بودن. ویشکا که در دوران جنگ عراق و ایران به همراه خواهرش به انگلستان مهاجرت کرد و به خاطر همین همیشه یه پاش اونور بود، در خصوص خواستگاری و ازدواجش با رضا گفته که توی رفت و آمد هم به انگلیس با رضا آشنا شدم و گمان کردم اون همونیه که من میخواستم. خودش رفته به همسرش گفته که من از تو خوشم میام. آره. خوشم میام. میدونی؟ یعنی ایشون انتخاب کرده. خدا. اصلا بازی دست ایشونه تو خونه. الان نه، اون موقع دیگه موقع گفتم بعد بالاخره متوجه باشه من خوشم میاد ازش. آره اونم چیز بوده. بازی دست ایشونه تو خونه یا اوشون؟ نه ایشون. نه دیگه شما رفتی خواستگاری؟ خواستگاری نرفتم، رفتم گفتم من از تو خیلی خوشم میاد. چی شد که اونم کلکلی بوده مثلا؟ نه خوشم میومد. شرط بستین. اهمیت نمیدادید، معلم نمیذاره توجه هم نمیکرد. از حالت که من جام رضا رو مونتانه عطارانا، منظور آقا رضا قبادیه که یکم قدش از رضا عطاران بلندتره، به عنوان یک جنتلمن جدی و با قد بلند توصیف کرد و میگه که در ادامه با آشنایی و تعامل‌های روزانه با او علاقش به او بیشتر شد. در نهایت ویشکا به رضا اعلام علاقه به ازدواج میکنه و خوشبختانه پیشنهاد ازدواج وی پذیرفته میشه و جواب خواستگاریش رو مثبت میگیره و خلاصه اینکه گیف که به قول ویشکا دوستشه تو سال 84 به دنیا میاد. در خانواده‌ای بزرگ شده که به ورزش خیلی اهمیت میدادن، به خاطر همین او از کودکی به ورزش علاقه‌مند شد تا جایی که میشه از او به عنوان استاد اسب سواری و شمشیر زنی یاد کرد. علاوه بر این ویشکا به کوهنوردی هم علاقه‌مند و با جدیت و انگیزه از کوه بالا میره، اونقدر بالا که به گفته خودش فتح دماوند از تجربه های بی نظیر این بازیگره. از آرزوهای او هم میشه به فتح اورست اشاره کرد. ویشکا بعد از دیدن فیلم معروف اورست تصمیم به تجربه این صعود میگیره و میشه گفت یکی از هدفهای زندگی ورزشیش فتح این قله درازه. آسایش که خودشو یه فرد جسور و دیوانه خونده، از بچگی به تشویق و حمایت مادرش برای تربیت و شکل‌گیری شخصیتش بهره برده. مادرش با تشویق‌هاش همیشه اونو به سوی پیشرفت هدایت می‌کرد و گویا با جمله ببین عقب نمونی اون رو به سوی توانمندی‌هاش ترغیب می‌کرده، تا جایی که یک سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی در آبان 402 به همراه خانواده به فرانسه مهاجرت کرد تا از افرادی چون علی کریمی، فرخ نژاد، پرستو صالحی و برزو جا نمونه. البته این یه شوخیه چون این تصمیم حتما دلیل‌های دیگه هم داشته. ویشکا به فرهنگ خانوادگی خود خیلی اهمیت میده و اعتقاد داره که تربیت و شخصیت پدر و مادرش در سلامت و جوانی و شادابی او بسیار مؤثر بوده.
او با سریال امام علی ساخته داوود میرباقری در سال 75 به جامعه هنری معرفی شد و بعدها در سال 89 برای بازی در فیلم سینمایی ورود آقایان ممنوع سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را کسب کرد. عروس خانم لالن. از فیلم‌های کمدی خوب دیگه ایشون میشه به نهنگ انبر اشاره کرد. همچنین وی در جشنواره‌های بین المللی نیست پا فراتر از مرزهای کشور گذاشته بود و اتفاقا جوایزی نیز کسب کرده، از جمله جایزه بهترین بازیگر زن از 19 جشنواره بین المللی فیلم ریورساید آمریکا در سال 2021 برای بازی در فیلم گورکن به کارگردانی کاظم ملایی. نمیدونم این کیه، دیروز افتاده بود دنبالم. بی پدر بی کار زن بچه مردم میترسونه. تو که برای شناسنامه جدیدمون بالاخره یه عکس خوب لازم داری. گفتی شوهر. همچنین او نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن از 11 جشنواره فیلم کوینز وورلد آمریکا نیز شده. او در ادامه موفقیت‌های هنریش موفق به اخذ جایزه بهترین بازیگر زن از 10 جشنواره فیلم زمستان آمریکا برای بازی در گورکن شد. علاوه بر این در 37 جشنواره فیلم‌های آسیایی لس آنجلس نیز از سوی هیئت داوران به عنوان بهترین بازیگر تحسین شد و یک جایزه ویژه به دست آورد. میشکا آسایش همچنین در جشنواره‌های فیلم بین‌المللی نیز حضور فعال داشت و در 6 جشنواره فیلم کالیای اسپانیا جایزه بهترین بازیگر زن در بخش فیلم‌های مستقل رو به خودش اختصاص داده. به تموم اینا نامزدی بهترین بازیگری او برای سریال دراکولا در جشن حافظ رو هم اضافه کنیم. عوض نشدنتی دکمه شیشهش کجاست؟ سخش دکمه پانورامیک نداره؟ ایربک که حتما داره. دیگه قانونه چیه؟ شاید دهه 60 ها نقش قطام رو در سریال امام علی فراموش نکرده باشن. انتخاب هوشمندانه ای که باعث شد او در دهه 70 به عنوان یکی از بهترین بازیگران تئاتر و تلویزیون شناخته بشه. اولین تجربه سینمایی ویشکا در سینما به سال 76 و فیلم ساحره برمیگرده که سبب شد پس از بازی تاثیرگذارش در نقش اصلی این درام نامزد بهترین بازیگر زن جشنواره فجر هم بشه. ویشکا گویا نامی گیلکی و نام همسر سورنا سرداری ایرانی بوده. این بازیگر پرهیجان و آتیشپاره با ویژگی‌های خانوادگی منحصر به فرد در گوشه‌ای از محله صدخندان تهران به دنیا آمده. پدرش مهندس تأسیسات ساختمان بود و مادرش یک معلم مهد کودک خوب. ویشکا که گویا میدونسته یه روز به فرانسه میاد، از سنین خردسالی به مهد کودکی فرانسوی در تهران میرفت و انگشت‌های بلند این بازیگر نخستین بار در 9 روی پیانو خم شد، تا اینکه این خانم فعال علاوه بر بازیگری و ورزش یه نوازنده و آوازخون هم باشه. هنگامی که سرمای شب میلرزاند جنگل را، هنگامی که سکوت شب در کوهسار واقعیست، ای شکارچی شکار کن بدو اطراف و بپا، شال سکوت جنگل با بخت تو در هم آمیزد، برگردی فاتح اگر بخت بیاری نگر هرگز برشون ناامید، کمک بگیر عجیب خود خرمشی بخر، رو کن بارو به شهر با کفیس و افاده، از بحر این شکار خود بیترز و بیخجانده سیاد ماهر.